نبوت چیه؟ نبوت یعنی چی؟ نبوت یه کلمه عربیه. نه 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 به در دیوار نزن. نبوت تو دیکشنری نگاه کن یعنی پیشگویی. نبوت یعنی پیشگویی. گوش به یعنی کسی که خبر جانم رویر هستید بفرمایید. خواهش میکنم. جانم عزیزم وقت شما بخیر عزیزم بفرمایید. از کجا؟ من از ایران از لرستان. لرستان؟ واو زیاد از اونجا نشنیدیم تا حالا. چرا؟ اگر تونستن بذار من شمارتی یاد داشت. اوکی عزیز جان، مطمئن نیستم که بتونم تماس بگیرم با تلفنامون، خیلی اشکال داشتیم. ها بلن گفت دارم حرف میگم در مورد حرفایی که زدیم بالای 80% تو اسلام هست. نه در مورد اون جمعه که از یوحنا گفتیم خدا کلمه بود، کلمه خدا بود، خدا کلمه بود، خدا از ازل بود. نه در قرآن اومده که عیسی کلمه خدا بود. نه ولی همین جمله اوکی عزیز. باش کلمه خدا. الو دارم گوش میدم عزیزم بگو. نه میگم همین جمله از یوحنا گفتیم از اول کلمه بود، خدا با کلمه بود، خدا خود کلمه بود. اوکی شما اول باید بیایی بگی ازل چیه؟ چرا نگفتی ازل چیه؟ برای اینکه ازل شروعی نداره. کلمه چیه؟ ازل ما تو قرآن داریم، ما تو قرآن داریم در مریم کلمت من. الو دارم گوش میدم عزیزم. میگم تو قرآن داریم در مریم کلمت من. این فارسیشو چرا نمیگی؟ در قرآن چی گفته؟ به فارسی بگو عزیزم. ایداده یعنی شما میگید از یعنی حضرت ایسا کلمه منه. وقتا این فارسیشه خیلی خوب. در مریم سلام بکن من یعنی ایسا کلمه منه. خب چرا فارسی نمیگی عزیزم؟ نه خب من بیشتر با عربی سر کار دارم. قرآن هم هست گفتم شاید جمله سختی هم نبود. نه برای من عربی رو از بیخ عربم عزیزم. باید فارسی برای من بگی. بگو عزیزم ادامه بده. من هم عربیشو میگم هم فارسی. نه 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 فارسیشو بگو چون وقت برای عربیش نداریم. برای اینکه مطمئن نیستم از این بر بتونم تلفن کنم. در مورد همون جمله آها گفتیم مثلا طبقات بهش چند کیلومتره. خب حضرت عیسی در آخریشه. ببین نه 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 اینا رو نه. این توضیحی بود که گفتم مطمئن نیستم چون در انجیل اینجوری ننوشته. فقط گفتم ارتفاعش نوشته چقدره. یه لحظه گوشی دستت باشه، این حیوان داره زنگ میزنه، در رو براش باز کنم. یه لحظه گوشی شاید جواب تمام میشه.
برگشتم. بگو برگشتم. آه منظور من اینه که شما گفتید که در هر چند طبقه‌ای که باشه بهش، این هم دور از ذهن نیست که بهش مطلقاً نیست دیگه، متناسب با افراد، متناسب با مراتب انسان ها اون طبقات بهش هم بالا میره. شما فهمیدی که حضرت عیسی نه، من هیچ وقت حضرت نمیگم عزیزم. ما برای عیسی حضرت ما برای عیسی حضرت به کار. یه لطفی بکن از رو بلنگو وردار، چون صدای همدیگه رو خوب نمیشنویم. چش مرسی. حالا میگم به جزئیات گیر نده. من گیر نمیدم، شما گیر میدی. جانم بگو عزیزم. من خودم دکترای فلسفه. خدا رو شکر بگو. فلسفه اسلامی. بفرمایید خواهش. آدم اول دو حرفم غلط نباشه. اوکی. بفرمایید. الو. بگو عزیزم دارم گوش میدم. آها. فرمودی که در اولین روز اولین چیزی که خدا خلق کرد حضرت عیسی بود. نه گفتم کلمش بود. نه ما حضرت نمیگیم در مسیحیت و حضرت عیسی. نه گوش بده. گوش بده. من ما نه حضرت میگیم نه میگیم عیسی رو خدا آفرید. خدا میگه شخصیت و کار مسیح، میگه مسیح نخست‌زاده آفرینش. ما اینو میگیم. ما نمیگیم، انجیل میگه. حالا بفرمایید شما. عیسی نخست. نه این هم یه تفسیری بوده. نه 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 خوب خوب نگاه نکرد. نه خوب خوب نگاه نکرد. عزیزم الان روی صفحه میذارم برای تفسیر نبود. کلام خداست، میگه نخست زاده آفرینش. خب از من عذر میخوام. خواهش میکنم. نخستین آفرینش. درسته؟ تو برای حضرت عیسی هم مقام الوهیت هم قائل شدی. درسته؟ یه خط در میون گوش دادی. آره چیزایی که میگی گفتم، ولی یه قسمت های ببین نم صبر کن. ببین شما از ساعت 12:01 داری صحبت میکنی، من هم ضبط صوت نیستم ضبط کنم. من اون چیزایی خود میخوام تحمل کنید. تعامل بکنم عزیزم، تلفونا داره زنگ میزنه. گوش بده تلفونا داره زنگ میزنه. من نمیخوام 2 ساعت وقت بذارم حرفای خودم رو تکرار بشنوم. بگو چی میخوای بگی. برو سر اصل مطلب. درست نیستی. درست نیست که برای حضرت عیسی قائل به الوهیت بشی. من نمیگم، انجیل میگه. این حرفا یعنی چی؟ من که بزرگوار من نمیگم شما ها. همون انجیلی از عهد عتیق و عهد جدیدشو دارم میگم. عهد کلام خدا میگه. شما خسته ای؟ نه نه گوش بده عزیزم. گوش بده. شما منو نگاه کن چون من نمیتونم شما نگاه کنم. از رو انجیل خوندی؟ اجازه بده عزیزم بذار برات بذارم رو صفحه دوباره. بذار برات دوباره بذارم. انجیل خوندی بعد قائل به الوهیت شدی برای حضرت عیسی. بذار دوباره حضرتشو نگم. آره بذار برات دوباره بذارم روی صفحه که بتونی راحت ببینی عزیزم. چرا ما لقمه رو به قول معروف از پشت سر بذاریم تو دهنمون؟ آیه 15 نه نگاه کن عزیزم، آیه 15 روی صفحه است. او صورت خدای نادیده است، نخست زاده تمامی آفریدگان. درسته، در مورد الوهیت نخست زاده. الان بهش میرسم، اونم الان بهت نشون میدم. نه الوهیت دا کن بالاخره هر دوتا من فارسی میفهمیم. الوهیت از اله میاد. اله هم اگه عربی شد نگی میشه خدا. خدا هم یعنی کسی که دست به خلقت بزنه. الو دارم گوش میدم عزیزم. هر جایی که اشکال داری اگه حرفای من اشتباهه یه تذکری به لطمان بازش کنم. بودم الوهیت یعنی خداگونه بودن. فارسی بودم یعنی دست به خلقت زدن، دست به آفرینش زدن. درسته؟ آره عزیزم. یعنی ما دو تا خدا داشته باشیم. نه خدایی که حضرت عیسی رو درست کرده، یه خدای دیگه که عیسی مقدس
که او هم آفرینش میکنه. شما بچه داری؟ آره. صاحب خونم هستی؟ صاحب خونم هستی؟ نه متاسفانه مستجرم. اوکی، اگر شما بچه داری صاحب خونم بشی، آیا این قدرت رو داری که اسم بچه‌ت هم بذاری روی خونه که اونم صاحب خونه باشه یا نه؟ صد در صد با تحفیز خودم. آره این دقیقا برای اینکه آیه پایین این سب کن. نه عذر نخواه سب کن. اینا بحثای عقلیه. آقا من انجیل رو برات میگم، گوش بده، انجیل رو برات میگم، میگه تفسیرش یه چیز دیگه است، مثال برات میزنم، میگه اینا بحثای عقلیه. کدوم رو میخوای باهات صحبت بکنم؟ اینجا نوشته زیر آیه 19 سب کن به من گوش بده. نه الان هیچی نگو، به من گوش بده یه لحظه عزیزم. تلویزیون الان تلویزیون میتونی نگاه کنی رو این آیه رو تلویزیون میبینی؟ آره جلوش چشمه. okay. من برات میخونم جلو. من برات میخونم زرد دوم که آیه نه سب بذار برات توضیح بدم، چون اگر دوزاری تموم بشه ممکن نتونم بزنم. گوش بده عزیزم، ببین آیه 18 اونه که زرد رنگ دوم، اونم ردش کن. آیه 19 میگه زیرا خدا رضا خدا رضا بدین دید که تمامی الوهیت در او ساکن شود. ترجمه جدیدتر، تفسیر جدیدتر میگه زیرا اراده خدا بر این قرار گرفت که مسیح دارای الوهیت کامل شود. حالا شما مشکلت با این آیه چی عزیزم؟ این رو صفحه نیست. آیه 19 رو برات خوندم، رو صفحه هست. بذار الان اون یکی رو بذارم یه کمی درشت داره. پس باید یکم بری بالاتر. من توی صفحه میبرمش بالاتر عزیزم، میبرمش بالاتر بر منکرش، بر منکرش برادر من. حالا چرا با زن دعوا میکردی قبل از اینکه بگی چرا؟ اینو نگاه کن اینجا، اینجا گوش بده، اینجا با خط آره اینجا با خط زرد رنگ، با خط ببخشید قرمز رنگ کشیدم آیه 19، زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. 19 فرمودی زیرا اراده خدا بر این تعلق گرفت که کامل باشد. زیرا اراده، نه دیگه ببین قرار نشد نصف بخونی. زیرا اراده خدا بر این قرار گرفت که او دارای الوهیت کامل باشد. خب همینو بحث کنیم. ببین نه گوش بده، گوش ده. وقت ندارم باهات بحث کنم عزیزم، اگر سوالی داری بپرس. نه گوش بده، نه قرار اینه، گوش بده، من قرار اینه تعلیم میدم، گوش بده عزیزم. من بیام اخبار بگم، آها مثل وقتی کسی اخبار میگه گوش بده، وقتی من رو نه وقتی کسی اخبار میگه صبر کن قطعت نکردم. وقتی کسی اخبار میگه شما زنگ میزنی راجب اخبار با گوینده اخبار صحبت بکنی؟ بگو عزیزم شنی جفتمون حرف بزنی به نتیجه میگیری. ببین عزیزم ازت سوال کردم، شما وقتی یه لحظه صبر کن من سوالمو بهت بگم. اگر شما اخبار تماشا بکنی بعد تلفن میکنی به گوینده اخبار راجع به اخبار باهاش بحث بکنی؟ گفتم شبیه اوکی. نه شبیه نیست، نه گوش بده عزیزم، نه عزیزم شبیه نیست، گوش بده ببین به چی میگم. حدود 7 ساعت برنامه گذاشتم دیروز تا الان قسطی خوابیدم. میدونم بعضیا میافتن رو مود صحبت کردن، وقت باید به همه بدم عزیزم. اگر سوالی داری بپرس، اگر میخوای با من بحث کنی وقت ندارم برات. سوالت چی عزیزم؟ همون که قائل به الوهیت شدنه. و برات نشون دادم آیه انجیل، برات نشون دادم سوال چیه. آره از انجیل آوردی، من نمیدونم یه حرف شما خدای نفرده شما دارید به درد میکنی. خب چی میگی پس؟ از انجیل آوردی نشون دادی. آره حرف من رو انجیله.
خب تو انجیل آوردن که قائل به الوهیت برای عیسی مقدس. خب شما اینو قبول نداری؟ اجازه بدید. نه ایزن وقت برای این چیزا نداره. ببین قربونت میخوای بشینید از این بحثای بسیار ابتدایی بکنی که فقط بحث بکنی، برو بشین قهوه خونه. تلویزیونه، از روی انجیل دارم تعلیم میدم. شما میگی تو قرآن فلان چیزو نوشته، او که نوشته، قرآنو دوست داری برو بخون. میخوای اینو با اون مقایسه بکنی؟ چیه چی خراب چی خرابه؟ آه مرسی 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 مرسی، چقدر این داره. ببین این اتفاق میفته دیگه عزیزم. مرسی عزیزم، مرسی، گرفتم. همه شروع کردم به زنگ زدن. ببین عزیزم، جواد جان عزیزم، شما رمود بحث کردنی اینجا جاش نیست، اینجا جای اینجور بحثا نیست. اگه میخوای قرآن بخونی، قرآن تعلیم بدی، برو مسجد، برو کمیته، برو بسیج، برو هر جایی که از این حرفا هست. اگه میخوای ببینی تو انجیل چی نوشته، اینیه که دارم برات میخونم. بعد میگی نه بذار من بگم تو قرآن چی نوشته، پس 80% حرفای شما با قرآن یکیه. خدا اون روزا نیاره. تو قرآن آیه تعلیمی وجود نداره آقا جواد. یه آیه تعلیمی تو قرآن به من نشون بده که کامل تر از اونو در انجیل و تورات نتونم بهت نشون بدم. چرا میخوای وقت منه بگیری؟ چرا میخوای وقت مردمو بگیری عزیزم؟ عادلانه نیست. ببین جانم، روهر هستید، بفرمود. خواهش میکنم. سلام آقا. سلام عزیزم. جوادم. بفرمود. خواهش، همین جوادی که جلوتر تلفن کردی؟ آره خواهش میکنم. اگر تو اون مسیر میخوای بری، ببین جواد جان، اگر تو اون مسیر میخوای بری وقت هیچ کدومون تلف نکن، خواهش میکنم. بگو چی میخوای؟ نه من گفتم بگو عزیزم. اون چاله آخونده افتادم. آه نگفتم کسی داری حالا فرمودی بچه مسلمون بودی از اول. آره منم میگم با چشم بینا با بصیرت یه دینی انتخاب کنم. به من داری میگی؟ به من داری میگی؟ به من داری میگی که با آره. چشم باز انتخاب کنم؟ مرسی عزیزم، از تلویزیون گوش بده. 45 سال پیش انتخابمو کردم عزیزم. دو روز تازه ایمان آوردی، میگی قرآن رو به عربی میتونی بخونی، امیدوارم ترجمهش هم بدونی، امیدوارم ترجمه قرآن رو بدونی و فقط سرسری نخونی. بذار من الان میگیرمت، بذار من میگیرمت این دفعه. لطف کن جواد عزیز، فقط از روی بلنگو وردار، خواهش میکنم. وقت بخیر. وقتت بخیر عزیزم. نبوت محمد چی بود عزیزم؟ بازم میگی من با حرف شما رو قبول. تلویزیون رو خاموش کن، بله من مجبورم قطع بکنم. حرف شما رو بزنم یا حرف خودم رو؟ نه تلویزیون رو میگم خاموش کن. نبوت با معجزه فرق میکنه. کاری به معجزه ندارم. نبوت چیه؟ نبوت یعنی چی؟ نبوت یه کلمه عربیه. نه 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 نه
نبوت یعنی پیشگوی. گوش به، یعنی کسی که خبر مهمی میاره. نه عزیزم، نه 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 نه، دروغ نگو، دروغ نگو، قطعت میکنم، ناراحتم میشم از دستت. تو دیکشنری برو نگاه کن. من منجی رو نگاه کردم، ببین. گفتم سه روزه. ببین خیلی دارم وسوسه میشم قطع، خیلی دارم، گوش بده، خیلی دارم وسوسه میشم قطعت بکنم. نبوت پیشگویی نکن دیگه. پس... من میگم کمکم کن. یا الان کمکت میکنم، تو حرف من حرف نزن، به حرف من گوش بده، وقتی صحبتم تموم شد شما جواب بده، موافقی؟ اوکی. نبوت یعنی پیشگویی، نبوت پیشگویی از جانب خداست، به نبی میده در مورد آینده، نبی در کتابش می نویسه در آینده اتفاق می افته، اینو میگن نبوت. معجزه کاریه که از دست انسان ساخته نیست، با قدرت خدا انجام میشه و انسان نتیجهشو می بینه. مثل موسی دریا رو باز کرد، عیسی مرده رو زنده کرد. حالا شما به من بگو معجزه محمد چی بود، نبوت محمد چی بود؟ به در دیوارم نزن. نبوت یعنی پیشگویی در مورد آینده. اینکه نبوت یعنی یه نفر خبر مهم بیاره، نه. با من رو راست صحبت بکن، خیلی رو راست باش با من، خواهش میکنم که با هم رفیق بشیم. حالا به من بگو، حالا به من بگو نبوت نبوت محمد چی بود عزیزم؟ اینو که میگی واقعا حرفای دلمو دارم میزنم، یه خدای نکرده چیزی نره تو ذهنم. نه نمیره تو ذهنم. ببین فقط محمد نکن. من نه اسلام شناسم، یه بچه مسلمونم، در حد خودم فکر کنم بتونم، ولی بازم اجازه از حرف بزنم؟ نه. ببین شما که میگی اول سعی کن اسلامو خوب بخونی بشناسی بعد تصمیم بگیر، من دارم میگم خوندم قرآنم، نه اینکه بگم همشو از اول تا آخر خوندم، ولی خیلی بیشتر از مسلمانای معمولی خوندم. مسلمان ها مثل خود شما اصلا نمیدونن نبوت یعنی چی. اگر شما مسلمونی به من بگی مسلمون بشو، اول به من بگو ثابت بکن به من که محمد پیغمبر بوده. محمد چی؟ بذار ازت 5 تا سوال میکنم. اعمالی که نبی انجام میده، نبی ناکن. سب کن الان، نه الان نگاه کن، سب کن الان بهت میگم. بذار من سوالامو بکنم بعد شما جواب بده. اول بعد از اینکه سوال کردم یکی. نه 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 نه، 5 تا رو تحویلت میدم، 5 تا رو جواب بده. اول به من بگو محمد برای چه کسی دعا کرد، محمد چه کسی رو شفا داد، محمد چه نبوتی کرد، محمد چه کسی رو زنده کرد، معجزه محمد چی بود؟ این 5 تا رو به من جواب بده، بعد من مسلمون میشم. من از آخر به اول جواب بدم. جواب بده. معجزات پیامبران در هر زمانی متناسب با مردم اون زمان بوده. نه بابا، این نه نه نه، اگر اینجوری میخوای صحبت کنی واقعا تلویزیونه. نه جواد، نه عزیزم، نه. ببین من از آدمای دروغ خوشم نمیاد، ناراحتم کردی، این کارو نکن. جواب رو نمیدونی بگو نمیدونم. این که در هر زمانی برای نبوت یه معنی داره، این جواب نشد. بهت گفتم نبوت یعنی چی، معجزه یعنی چی. حالا به من بگو معجزه محمد چی بود، نبوت محمد چی بود، محمد برای چه کسی دعا کرد، محمد چه بیماری رو شفا داد، محمد چه مرده ای رو زنده کرد، محمد چه نبوتی کرد، چرا محمد شفا داروش برای شفای بیماران ادرار شتر بود. چرا به در دیوار میزنی عزیزم؟ چرا به در و دیوار میزنی؟ چرا وقت منو میگیری؟ تلویزیونه. این همه آدم احتیاج دارن، احتیاج به دعا دارن، احتیاج به کانسلینگ دارن، سوالای درست حسابی دارن. شما تلفن میکنی در حالی که به قول خودت هیچی نمیدونی، میخوای به من تعلیم بدی و میگی اول مطالعه کن بعد برو مسیحی بشو. چرا؟ اینو بهش میگن تعصب. ابتدایی ترین سوالات رو شما نتونستی جواب بدی عزیزم، ابتدایی ترین سوال رو نتونستی جواب بدی. محمد برای چه کسی دعا کرد؟ محمد برای هیچ کس دعا نکرد.
محمد هیچ کس رو شفا نداد، محمد هیچ معجزه‌ای نکرد، هیچ معجزه‌ای نکرد، هیچ نبوتی نکرد، هیچ مرده‌ای زنده نکرد، فقط کرد. چرا خودتون رو گول بیزنین شماها؟ این همه زن داشت، به یه بچه 6 ساله رحم نکرد عایشه؟ به قول یکی از آخوندان 9 تا زن داشت، یکیشون حفصه بود، رفت با اجازه خود محمد باباشو ببینه و برگرده، تا میره و برگرده محمد میفته به جون کلفت حفصه ماریه قبطیه. از اون ور به زن پسرخونده خودش زید نظر پیدا میکنه. آخه شما چی میدونین از قرآن؟ بعد میره با زنش رابطه برقرار میکنه، زیدم میگه بی بگیرش دیگه، ترتیبشو دادی. سوره الاحزاب آیه 37 و 41 برو بخون. در حالی که هیچ مطالعه ای نداری، برای چی میای روی صفحه؟ برای چی میای روی خط وقت دیگرانه میگیری عزیزم؟ شما هیچی از اسلام نمیدونی، بعد اصرار داری میخوای حرف بزنی؟ میگی سوال اول و سوال آخر اول جواب میدم، نبوت در هر زمانی فرق، اذیت نکن بابا. ببین بذار با هم رفیق باشیم دیگه. ببین من ناراحتیم تموم شد جانم، روهر هستید.